سلام سلام، امیدوارم که عالی باشین. داستان سرایی در کسب و کار. ما هر وقت در مورد داستان صحبت میکنیم لاجرم میریم به سراغ مادر بزرگمون، قصه هایی که برامون تعریف میکرده، حال و هوای دوران کودکی. فرض بگیرید یه نفر الان میاد با شما صحبت میکنه، درد دل میکنه، میگه آقا مثلا کیفمو دزد زد. یه نفر دیگه میاد میگه آقا من دیروز اومدم از در خونه بیام بیرون، همین که پامو از پله گذاشتم میدم یه موتوری داره از سمت چپ میاد، نگاه کردم یهو اومد، همین که کیفم اومد بگیری من کیفم کشیدم، اون رفت جلوتر، یه اتفاقی افتاد، بعد خورد زمین. میبینید این داستان ما رو بیشتر درگیر میکنه. داستان از زمانهای قدیم، از زمانی که ما در غار بودیم و در غار زندگی میکردیم با ما همراه بوده و این در زندگی ما خودش رو نشون میداده و ما انسانها با داستان حالمون بهتره و بهتر میتونیم زندگی رو بگذرونیم. خب من اگه بخوام داستان سرایی رو تو کسب و کارم شروع کنم چی کار باید بکنم و از کجا شروع کنم؟ کتاب هر برند یک قصه است از دانیل میلر که در واقع انتشارات اطراف اون رو ترجمه کرده، یک کتاب کاربردی و خفنه که تکنیک ها و در واقع اجرای داستان سرایی رو به شیوه SB7 یا Storytelling 7 یا 7 مرحله در واقع داستان سرایی به ما یاد میده. این 7 مرحله چیه؟ قدم اول و کلیدترین نکته و اون چیزی که خیلی خفنه به ما میگه که آقا یک کسب و کار قهرمان داستان نیست و قهرمان داستان مشتریه. اگر کسب و کار خودش رو قهرمان داستان در نظر بگیره، اون وقت میاد هی خودش رو پروموت میکنه، از ویژگی‌ها و فیچرهای خودش میگه و اون وقت مخاطب میگه چرا من خیلی خفنم، من در واقع دور موتور ماشین لباسشوییم اینقدر، من میتونم این کار انجام بدم، من این مزایا دارم، من این ویژگی رو دارم. میگه خب خیلی خوبه ولی به چه کار من میاد؟ میگه شما در SP7 7 مرحله اول برید. یک، بدونید مشتری قهرمان و مشتریتون رو شناسایی بکنید و بدونید به کی میخواین خدمت بدید. دو، مشکلش رو شناسایی بکنید. سه، مرشد یا راهنما کیه؟ چهار، این مرشد و راهنما چه برنامه‌ای داره؟ پنج، بیایید و دعوت به اقدام بکنید. شش، شکست رو مشخص بکنید و هفت، موفقیت رو بهش بگید. ببینید ما در مورد قدم اول این رو میتونیم بگیم، یک، قدم اول ما شناسایی مشتری ماه، طراحی پرسونا میکنیم که اگه نمیدونین چیه برای من اینجا بنویسین، در ویدیوهای بعدی طراحی پرسونا و 10 سوالی که بعد از خودمون بپرسیم رو در موردش میگیم. دو، مشکل. ما سه دسته مشکل داریم، مشکل بیرونی، مشکل درونی و مشکل فلسفی. کسب و کارها تمرکزشون رو میذارن روی مشکل بیرونی ولی مشتری حاضر به خاطر مشکل درونی پول بده. مشکل بیرونی اینه که یک نفر میره کلینیک زیبایی لاغر شه، خب ولی مشکل درونی چی؟ میگن که برای چی داره میره؟ میخواد به تناسب اندام برسه، میخواد حس بهتری داشته باشه و لباس خوب بتونه بپوشه. و مشکل فلسفی جنگ خیر و شر، جنگ بقاست. دانیل میلر در این کتاب و کتاب بازاریابی سراس یه چیزی رو میگه، میگه آقا بزرگ بنویس بقا، مارکتینگ یعنی بقا، ما باید تمرکزمون این باشه که حس بقا رو مخاطب انتقال بدیم. سوم، مرشده. یه مرشد راهنما باید دوتا کار بکنه، همدلانه و مقتدر باشه، یعنی با ما همدلانه خودش رو نشون بده و با اقتدار ما رو راهنمایی بکنه. تو دیجیتال مارکتینگ چجوری اقتدارمون رو برسونیم به مخاطب؟ با لوگوهایی که داریم، یعنی برندهایی که باشون کار کردیم، با تستمونیال یا نظرات کاربران که گرفتیم تو سایتمون گذاشتیم، با قدمتمون، با محتوای عالی و کاربردی که داریم میرسونیم و با در واقع اینکه اون قدمت و تاریخچه و اعتباری که در بازار داریم رو بهش از طریق وبسایت و از طریق شبکه‌های اجتماعی اون انتقال بدیم. این اون اقتداریه که ما در واقع داریم و میتونیم به کاربر بگیم آقا برو لیست مشتریان منو ببین، ببین با چه برندهایی دارم کار میکنم، نظرشون رو در مورد من ببین، یو جی سی هایی که برای من تولید کردن و اینجوری میتونیم به من اطمینان بکنیم. برنامه چیه؟ برنامه‌ای که میده یا آقا برادر من یه دستورالعمل داریم، یه برنامه اجرایی، تو من بگو که آقا دستورالعمل کار کردن با تو چیه و در برنامه اجرایی در مورد توافقنامه‌ات با من صحبت بکن. چه توافقی با من می‌کنی؟ چه کیفیت محصولی رو قرار من از تو بگیرم؟ و 1، 2، 3، 4 دستورالعمل اجرایی تو چیه؟ و بعد از اون میگه حالا زمان دعوت به اقدامه. نترسین. از اینکه از کاربر چیزی رو بخواید نترسین. دعوت به اقدام دو صورت داره، تعاملی و مستقیم. دعوت به اقدام تعاملی میشه بازاریابی محتوایی، وبینار من ثبت نام بکن، ایمیل منو بگیر و من برات ایمیل میفرستم، در واقع خبرنامه یعنی عضو بشو، ایبوک منو دانلود بکن، اینا همش میشه دعوت به اقدام تعاملی. دعوت به اقدام مستقیم میشه چی؟ همین الان خرید بکن، همین الان کلیک بکن،
سریع سفارشتو نهایی بکن. میگه نترسین، وقتی که مشکل شناسایی کردی، وقتی داری همدلانه و مقتدرانه صحبت میکنی، وقتی دستور عمل همکاری مشخصه، حالا هر دوتاشو اجرا بکن، هم کانتنت مارکتینگ تو را بنداز، هم مستقیم بگو که همین الان از من خرید بکن. و دو چیز رو به قهرمان داستان بگو: یک، ترس که چه اتفاقی قراره بیفته اگر با تو نباشه. ترس فقط نمک غذاست، زیاده روی بکنی شور میشه، کم هم بزنی مزه نداره. اگه بگی الان این مشکل رو داری نمیتونی این کار رو بکنی، و اون میگه اوه 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 ولش کن خیلی زیاده، من که تا الان اینجوری نبودم، رهاش کنم. یا اگه خیلی کم، آقا این کارو نکنید، من در واقع به شکست میرسید، میگه آقا این که خب چیزی نیست که، ولش کن. و پیروزی چیه؟ پیروزی برای ما یا موفقیت اینه که یا به یک موقعیت و وضعیت بهتر میرسیم، ارتقای شغلی، درآمد بهتر، یا به خودشناسی میرسیم. من میام خودم رو میشناسم، میفهمم آها چه خطاهایی دارم و چجوری خودم رو بهبود ببخشم، و یا اینکه به کمال میرسم. و اون کمال، اون چیزی که در واقع میتونم باهاش خودم رو درک بکنم، جایگاه بهترم برسونم. مثلا اینکه کسب و کارها میان و در واقع اکانت پرمیوم میدن، دستبندی نقره برنزی و الماس در واقع تو ذهنشون هست، یا محدود میکنن خودشون رو، این پیروزی هایی که در واقع میخوام به مخاطب بدن. اگر بخوام جمع بندی بکنم و یه مثال ملموس بزنم، بتمن رو در نظر بگیرید به عنوان کسی که در داستان وجود داره. بتمن سعی راهش یک شروری هست، این شروره براش مشکل هایی رو ایجاد میکنه، یک مرشد و راهنمایی هست. یه زمانی در واقع اون جاستس لیگ و اون کسایی که هستن بهش کمک میکنه، یه زمانی آلفرد. اون مشاوره نمیتونه وقتی که بهش میره آقا من مشکل دارم بگه آخی وای چقدر خوب، اشکال نداره حالا این کارو بکن. نه، مقتدرانه یک مسیر رو بهش نشون میده، یک برنامه اجرایی بهش میده اون مشاور، اون راهنما. کسب و کار جایگاهش اتفاقا در مشاوره، و وقتی اون برنامه رو داد و اون مسیر رو اون پیش رفت، حالا بهش میگه ببین اگر این برنامه رو اجرا کردی، شهر نجات پیدا میکنه، جوکر تو رو نمیتونه شکست بده، ولی اگر یه زمانی این مسیرت یه ذره پات بلغزه چه اتفاقی میفته؟ اون شرور شهر رو از بین میبره، اون شرور میتونه در واقع این مسیر رو برای تو سخت بکنه. پس چیکار میکنه؟ میاد یه فکری میکنه، میگه آها من در دوراهی موفقیت و شکست، اگر موفقیت اینه میتونم به وضعیت بهتر برسم، به کمال برسم، به خودشناسی برسم، و شکستم یعنی نابودی شهر. امیدوارم بتونید داستان سرایی رو در محتوای کسب و کارتون و در پیام‌های کسب و کارتون جای بدین و نتیجه عالی و درجه یکش رو ببینید. هر سوالی داشتین همینجا بپرسین، اندازه دانشم حتما جواب میدم. یادی